به نام خدا، سلام. من شریفی رات هستم و اینجا کلاس درس آموزش تکنیک وسترن بلاد به عنوان یک تکنیک برای جداسازی پروتین هاست. خیلی خوش اومدین. به عنوان اولین جلسه می‌خوام یه مروری داشته باشیم روی سابجکتمون، روی سوژه مورد بحثمون. یعنی چیا یعنی پروتین ها. میدونید که یک نظریه وجود داره به اسم سنترال دوگما یا اصل اساسی. این نظریه چی میگه؟ میگه هر ژن مسئول کد کردن یک زنجیره پلیپپتیدیه. چطوری این اتفاق میفته؟ میدونید که مولکول DNA یک مولکول دو ای هست که روی اون در بخشی از نقاطش توالی های وجود داره که ما بهشون میگیم ژن و این ژن ها ویژگی های خاصی دارن که باعث میشه که طی فرایندی به اسم رونویسی از روی اینها یک رونوشت یک ترانسکریپت ساخته بشه که این ترانسکریپت یا رونوشت ما از جنس mRNA هست یک مولکول تک رشته نوکلئوتیدی نسبتا کوتاه خب شغلش چیه شغلش این هستش که از هسته سلول وارد سیتوپلاسم میشه و اونجا طی یک فرایندی به اسم ترجمه یا ترنسلیشن در دسترس ریبوزوم ها قرار میگیره و اونجا باعث ساخته شدن یک زنجیره پلیپپتیدی میشه چطوری این اتفاق میفته این نوکلئوتیدهایی که روی زنجیره امارنه هستن تصور کنید که اینا حروف الفبا باشن حالا ما با این حروف الف با میخوایم کلمات سه حرفی درست کنیم تمام کلمات روی این رشته امارنه همشون سه حرفی هستند. و این کلمه های سه حرفی رو بهشون میگیم کدون هر کدون توسط ریبوزوم ترجمه میشه و یک کلمه آمینو اسیدی در مقابلش گذاشته میشه به خاطر این بین میگیم فرایند ترجمه چون الفبای نوکلئوتیدی داره تبدیل میشه به الفبای آمینو اسیدی حالا اینجا این اسیدهای آمینه کنار هم دیگه قرار میگیرند و یک جمله رو در واقع تشکیل میدن این جمله ها رو بهش میگیم یک زنجیره پلیپپتیدی پس به این ترتیب ژن عملکرد خودش رو انجام میده چطوری با ساختن یک زنجیره پلیپپتیدی حالا گفتیم که اون زنجیره پلیپپتیدی از اسیدهای آمینه ساخته شده دیگه ببینیم این اسیدهای آمینه چه ویژگی هایی دارن بعضی هاشون اسیدهای آمینه غیر قطبی یا نان پولار هستن اینا ویژگیشون چیه؟ آبگوریزن، هیدروفوبن، خب؟ همهشون آبگوریزن. پس هر جای پروتئین که قرار بگیرن باعث میشن که اون پروتئین در معرض حلال های آبی حالت پیچ خورده تا خورده به داخل پیدا بکنه. در مقابل اینها اسیدهای آمینه ای رو داریم که قطبیان. ویژگیشون چیه؟ یک گروه عاملی دارن اینجا مثل اوهاش یا مثل انهاش دو. که به اینها ویژگی آب دوست بودن رو میده پس بنابراین اینا در هر جای پروتئین که قرار بگیرن کمک میکنند که اون بخش به حالت برآمده در معرض حلال آبی قرار بگیره علاوه بر اینها اسیدهای آمینه ای هم داریم که اصلا به طور کلی بار مثبت یا بار منفی رو القا میکنن کدومها هستن اینا رو مهمه که بلد باشین آرژنین، لایزین و هیستیدین سه تا اسید آمینه ای هستن که نقش بازی دارن به خاطر چی به خاطر گروه انهاش اضافه ای که دارن میبینید اینا بار مثبت رو القا میکنن به زنجیره پولیپپتیدیشون در مقابل اسیدهای آمینه اسیدی رو داریم که گروه عامل کربوکسیل اضافه دارن مثل چی گلوتامیک اسید یا یونش که گلوتامات میشه و آسپارتیک اسید که یونش آسپارتات میشه اینا هر جا که باشن بار منفی رو القا میکنن اینا هم به شدت آب دوستن و در هر جای پروتئین که باشن باعث میشن که اون بخش به حالت برآمده در معرض حلال آبی قرار بگیره این اسیدهای آمینه و اسیدهای آمینه قطبی که در اسلاید قبلی بهشون اشاره کردم اینا دوست دارن که در سطح پروتئین قرار بگیرن برعکس اسیدهای آمینه غیر قطبی که به شدت علاقه که در بخشهای های پروتئین قرار بگیرن خب حالا این اسیدهای آمینه که اینطوری کنار هم دیگه چیده میشن توی سلول اینجوری دیده نمیشن یعنی به حالت خطی دیده نمیشن اینو که در واقع زنجیری هستش که از ریبوزوم خارج میشه ما بهش میگیم ساختار اول پرایمری استراکچر ساختار اول یک پروتئین که یک ساختار خطیه اما پروتئین در حالت عمل کردی خودش این شکلی دیده نمیشه چجوری دیده میشه به حالت سبودی اما برای اینکه برسه به اون حالت سبودی باید یک مسیری رو طی بکنه یعنی باید یک فرایندهای پست ترانسلیشنال فرایندهای پس از ترجمه روش اعمال بشه یکی از اون فرایندها چیه اینکه این پروتئین باید پیچ و تاب بخوره در واقع فولدینگ باید پیدا بکنه تا خوردگی صحیح باید پیدا بکنه این فولدینگ یا تا خوردگی صحیح در خط اولش چیه تبدیل شدن به ساختار دوم سکندری استراکچر این سکند استراکچر چجوریه اسیدهای آمینه ای که نزدیک به هم هستن میان به همدیگه پیوند میدن مثلا چی اینا که با همدیگه پیونده پپتیدی داشتن درسته کنار همدیگه قرار گرفته بودن فرض کنید از این اسیدامینه تا این یکی اسیدامینه مثلا 20 تا دونه رزیجو یا ریشه اسید آمینه یه دیگه فاصله باشه خب پس اینا به همدیگه نزدیکن این با اسید آمینه یه 20 تا بعد از خودش دوباره این با 20 تا بعد از خودش این با 20 تا بعد از خودش اینا همچنان نزدیک محسوب میشن میان این دوتا با هم دیگه پیوند میدن این پیونده دیگه از نوع پیوندهای کووالانسی نیست از نوع پیوندهای ضعیف محسوب میشه خب اما تجمع همین پیوندهای ضعیف این ساختار رو مستحکم نگه میداره و در نهایت به این تیکه از پروتئین ما یک ساختار چی میده فنری یا مارپیچی یا هلیکس خب پس این یک ساختار هلیکسی بهش میده میتونه چی باشه میتونه یک ساختار روبانی باشه یعنی چه اتفاقی بیفته مثلا فرض کنید 20 تا دونه اسید آمینه حالا کمتر مثلا 6 تا 7 تا دونه اسید آمینه اینجا باشن بعد اینجا یه حلقه یا یک لوپ داشته باشیم دوباره 5 6 تا دیگه این طرفی قرار بگیرن حالا این اسید آمینه که اینجاست با اینی که معادلش اینجاست این دوتا با همدیگه پیوند ضعیفی رو بدن دوباره این دوتا با همدیگه پیوند ضعیف رو بدن اسیدهای آمینه ای که نزدیک به همدیگه هستن به واسطه پیوندهای ضعیف اما زیاد کنار همدیگه قرار گیرن و یک ساختار پایداری رو شکل میدن که ما بهش میگیم ساختار دوم پس ساختار دوم ویژگی اصلیش چیه بین اسیدهای آمینه ای که نزدیک به هم هستن ایجاد میشه یک دو توسط پیوندهای ضعیف ایجاد میشه و حفظ میشه و سه اینکه بخشی از یک پروتئین رو به یک ساختار میرسونه مثلا میبینید اینجا دیگه تو این ساختار شرکت نکرده مثلا ممکنه این تعداد از دامین ساختار مارپیچی گرفته باشن از اینجا به بعد حالا روبانی بشه تجمع این ساختارها رو به هم دیگه میگیم ساختار سوم یا ترشیاری استرکچر ساختار سوم این ساختار سوم عمده تشکیل و پایداریش به واسطه پیوندهای دیسولفیدیه پیوندهای دیسولفیدی که مدیون حضور اسید آمینه سیستئین توی پروتئین هستش خب خیلی خیلی نقش مهمی داره چون از نوع پیوندهای کووالانسی و محکمه و باعث میشه که حالا اون موتیف هایی که در قسمت های دورتری از پروتئین بودن حالا بیان کنار همدیگه قرار بگیرن مثلا چی اون اسید که اینجا یه ساختار مارپیچی رو شرکت کرده بود خب باش. حالا با این اسید که اینجا هست یا با این اسید که اینجا هست مثلا ممکنه 200 تا دونه اسید یهو با هم دیگه فاصله داشته باشند. این دوتا به واسطه یک پیوند دیسولفیدی میان کنار همدیگه قرار میگیرن و حالا پروتئین یک ساختار سه‌بعدی به خودش میگیره این ساختار سبودی در نهایت ویژگی های عمل کردی اون پروتئین رو بهش میده باعث میشه که اگه آنزیم هست مثلا جایگاه فعالش شکل بگیره اگر که مثلا یک پمپ نمیدونم یک پروتئین قشاییه اون ساختار عمل کردی و فانکشنال خودش رو در نهایت به دست میاره این برای پروتئین هایی که تک زیر واحدی هستن یعنی از یک زنجیره پولیپپتیدی فقط تشکیل شدن این ساختار نهاییشونه اما کار به اینجا تموم نمیشه. میرسیم به پروتین هایی که مجموعه چند تا زیر واحد پلیپپتیدی هستند که اتفاقا خیلی از پروتین هایی که ما توی بدن انسان و یه بدن موجودات دیگه باهاشون سر کار داریم از این نوع هن. اینا چی هن؟ چند تا زنجیره پلیپپتیدی دارن پس اینا یک ساختار چهارمی رو به دست میارن به اسم کواترنری استراکچر این ساختار چهارم یا کواترنری کمک میکنه که دو تا سه تا چهار تا زنجیره پولیپپتیدی کاملا مستقل که توسط ژنهای مستقل ساخته شده بودند بیان اینجا کنار همدیگه قرار بگیرن و تبدیل بشن به زیرواحدهای عمل عملکردی یک کمپلکس پروتئینی حالا این پروتین ها رو که گفتیم میتونن در نهایت سطح پیچیدگی باشن میشه بر اساس ویژگی های مختلف دستبندیشون کرد بر اساس ترکیب مولکولیشون بر اساس شکل و ساختارشون یا بر اساس عملکردشون بر اساس ترکیب مولکولی چطوری میشه اینا رو طبقه بندی کرد میشه آنها رو در سه گروه عمده جا داد یکی پروتئین های ساده پروتئین های ساده اونایی هستند که فقط و فقط از زنجیره های ساخته شدن دیگه هیچ جزء اضافه ای ندارن یعنی اگر که تجزیهشون بکنیم فقط به آمینو اسید میرسیم در نهایت اینا چیان؟ آلبومین ها، گلبولین ها، هیستون ها، اسکلروپروتین ها و خیلی چیزای دیگه. در مقابل این پروتین های ساده، پروتین های کانجوگیتد، کانجوگه Conjugate یا مزدوج رو داریم. این پروتین ها علاوه بر جزء اسید آمینه خودشون، یک جزء غیر پروتئینی هستن توشون هست. مثل گروه فسفات در فوسفو پروتین ها، گروه نوکلئوتیدی مثل پروتین ها. گروه قندی در گلیکوپروتئین ها گروه لیپیدی در لیپوپروتئین ها گروههایی که حاوی رنگدونه هستند مثل کرومو پروتین ها و گروههایی هایی که فلزن در متالوپروتئین ها پس اینا انواع و اقسام پروتئین هایی هستند که علاوه بر جزء اسید آمینه ای یک جزء فعال دیگه هم دارند در کنار اینها مشتقات پروتئینی رو داریم این مشتقات که حاصل از تجزیه پروتئین ها هستند به دو تا سطح میشه طبقه بندیشون کرد یکی مشتقات اولیه هستند که اینها حاصل تجزیه ابتدایی پروتئینی هستند ببین وقتی که پروتئین رو در واقع یک پروتئولیز براش اتفاق میفته یک هضم آنزیمی براش اتفاق میفته تو مرحله اول تبدیل میشه به یه همچین ترکیباتی پروتئین ها ها پروتئین های لخته شده مثلا متا ها حاصل تجزیه پروتئین با یک اسید یا یک باز ضعیف هستند و توی اون اسید یا باز ضعیف اینا حل میشن اما توی حلال های خنسا به حالت نامحلولن درست شد حالا این متا ها رو اگر ما بیاریم بازم یک تجزیه بیشتری روش انجام بدیم تبدیل میشه به پروتئوزها، ها پپتون ها یا در نهایت پلیپپتید ها که باز پروتئوز در مقایسه با پپتون پیچیدگیش زر بیشتر یعنی طول زنجیرش بیشتره و اینکه در معرض اسید بیشتر وقتی قرار میگیره پروتئوز ایجاد میشه و در معرض آمونیوم سولفات مثلا رسوب میکنه اما پپتون در معرض آمونیوم سولفات هنوز رسوب نمیکنه ساختار کوچیکتر و ساده تری داره و همچنان به حالت محلول باقی میمونه پس من ولی نه مشتقات اولیه و ثانویه پروتئینی هستند اما اگه بخوایم پروتئین ها رو بر اساس شکل و ساختارشون طبقه بندی بکنیم میشه آنها رو در دو گروه کلی قرار بدیم یکی پروتئین های فیبری هستن که یه همچین حالتی به ما میدن حالت خطی به ما میدن کجا میبینیم اینو مثلا در کلاژن در کراتین در هیستون درست شد پروتئین فیبری این شکل و در مقابل این پروتئین های کروی رو داریم مثل هموگلوبین یا آلبومین که به جابجایی گازها تو خون یا جابجایی یونها تو خون کمک میکنه بر اساس شکل و ساختارشون و در نهایت اگه بخوایم پروتئین ها رو بر اساس عملکردشون طبقه بندی کنیم که یک نوع اساسی طبقه بندی پروتئین ها هست اونها رو در نه گروه کلی جا میدیم پروتئین های ساختمانی که اکثرا نامحلول در آب هستن مثل کلاژن کراتین مثلا شما در معرض آب ناخن یا موتون حل نمیشه هیچ وقت درسته کلاژن کراتین هیستون اینا پروتئین های ساختمانی هستند نامحلولن در آب گروه دوم پروتئین های ناقل هستند مثل همین هموگلوبین و آلبومین که گفتیم ساختار کروی دارند و توی خون جریان دارند پروتئین های ذخیره ای مثل فریتین کازئین که توی شیر هست و کار ذخیره سازی کلسیوم و فسفر رو انجام میده یا اووالبومین تخم مرغ اینا پروتئین های ذخیره ای هستن یک چیزی یک جزئی رو دارن ذخیره میکنن پورتین های حرکتی مثل اکتین و میوزین که باعث حرکت ماهیچه ها میشن یا مثل توبولین که باعث حرکت تاجک و مجک میشه. پورتین های سمی مثل سم باکتری ها و گیاهان و پروتئینهای های دفاعی مثل ایمونو ها یا پاتن هایی که تو انسان وجود داره. ببین این پروتئین های سمی سم توی بعضی از طبقه بندی ها این هم میارن جز پروتئین های دفاعی قرارش میدن چرا چون میگن که در واقع اون باکتری یا اون گیاه به واسطه تولید اون سم داره از خودش دفاع میکنه پس اینا رو هم جز این قرار میدن اما طبقه بندی جزئی نگرتر میگه که اینا با همدیگه فرق میکنن در واقع این سمه کمک میکنه که باکتری یا گیاه توی محیط رقابتی که قرار میگیره بتونه مثلا باکتری های دیگه گارچ های دیگر رو پس بزنه و در واقع خودش سهمی از ذخیره انرژی اون محیط داشته باشه اما ایمون گلبولین ها کارشون این هستش که اون عامل بیگانه که وارد بدن موجود زنده شده اون رو به دام بندازن بر این اساس میگن که اینا یه ذره نقششون با هم دیگه فرق میکنه گروه هشتم پروتئین های تنظیمی هستند که انواع اقسام هورمون ها تو این گروه قرار می گیرن انسولین که مسئول تنظیم قند خونه تو همین گروه و گروه بزرگ فاکتور های رونویسی همهشون با هم تو پروتئین های تنظیمی جا می گیرن و در نهایت یکی از مهمترین گروه ها گروه آنزیم ها انواع و اقسام کاتالاز ها لیپاز ها پروتاز ها و آمیلاز ها همه و همه تو گروه آنزیم ها قرار می گیرن. دو قسمت قبل با همدیگه دیگه یه مروری کردیم روی ویژگی های اصلی پروتین ها درباره آمینواسیدها ها حرف زدیم درباره ویژگی های ساختاریشون ویژگی های با همدیگه دیگه صحبت کردیم و ساختارهای دوم و سوم و چهارم پروتین ها رو با هم دیگه مرور کردیم تو این قسمت میخوایم با هم دیگه درباره روش های جداسازی پروتین ها صحبت بکنیم همطور که میدونین میشه پروتئین ها رو از منابع مختلفی تهیه کرد مثلا چی مثلا ممکنه که شما اهداف تشخیصی داشته باشین مثلا میخوایم بدونیم که آیا بافت ریه بیمار شما دچار یک توده سرطانی شده یا نشده درسته پس از اونجا باید یک بیومارکر هایی رو که اکثرا پروتئین هم هستن استخراج بکنید و روی اونها یه سری آنالیزایی رو انجام بدید اما گاهی وقتا هدفتون هدف پژوهشیه برای این کار چیکار میکنیم میریم از کشت سلول استفاده میکنیم پس پروتئین رو از منابع مختلفی میتونیم تهیه بکنیم. حالا چه مشکلاتی برای جداسازی این پروتئین ها از اون بافت مرجع وجود داره؟ این شکل یادتونه جداسازی اسیدهای نوکلئیک هست توسط الکتروفورز افقی. اسیدهای نوکلئیک از نوکلئوتید تشکیل شدن واحد سازندشون نوکلئوتیده نوکلئوتیدها ها گروه های فسفات دارن قند پنج کربونه دارن و یک باز عالی نیتروژن دار میشه اونها رو بر اساس سایزشون از همدیگه جدا کرد به این ترتیب که هر چقدر که اون قطعه کوچیکتر باشه سریعتر در داخل این ژل حرکت میکنه و نزدیکتر میشه به قطب مثبت در حالی که هر چقدر که اون زنجیره بلندتر باشه بالاتر میسته چون که نمیتونه به اون سریعی حرکت بکنه داخل ژل درسته این در مورد اسیدهای نوکلیک اما در مورد پروتئین چی پروتئین ها واحد سازندهشون چیه آمینو اسید که توسط یک پیوند پپتیدی از نوع کووالانسی اینا به همدیگه متصل میشن و یک زنجیره پلیپپتیدی رو این شکلی ایجاد میکنن این زنجیره های پلیپپتیدی که در نهایت صفحات بتا یا زنجیره های آلفا رو شکل میدن و سرانجام به یک ساختار سه بعدی پروتئینی میرسن هیچ ویژگی مشترکی ندارن که ما بتونیم مجموعه پروتین ها رو از مجموعه اجزای دیگه جدا سازی بکنیم یه مشکل بزرگ دیگه در مورد پروتئین‌ها ها چی هست؟ این هستش که قلزت سلولیشون خیلی کمه. شما شاید یه تصاویر این شکلی دیده باشین که به ما میگه که کل حجم دی ای که توی سلول وجود داره در مورد انسان مثلا 3.75 درصد در مورد باکتری 4.25 درصده خب یا مثلا آر ها به همین ترتیب و پروتئین میبینید که یک حجم زیادی از سلول رو اشغال کرده اما این حجم کل پروتئین های اون سلوله نه فقط اون پروتئینی که مد نظر شماست قلزت سلولی تک تک اون پروتین ها معمولا در حد چند پیکومولاره یا حتی از اون بدتر در حد چند فمتومولاره یعنی خیلی خیلی کم در حالی که روش های رایجی که وجود دارن که بر پایه اسپکتروسکوپی هستن یا کالریمتری یا همون رنگ سنجی هستن اینا اکثرا غلظت حد اقل باید براشون چقدر باشه در حد چند میکرومولار باشه یعنی چند ده هزار برابر باید باشه درست شد؟ پس غلظت سلولی پروتئین مورد نظر ما هم اکثرا کمه حالا از این بدتر هم میشه بخش زیادی از همین مقدار ناچیز هم طی یه فرایندی که بهش میگیم تخلیص اونم از دست میره یعنی همونطور که ما این داریم اجزای سلولی رو میشوریم که اونا جدا بشن از پروتئین ناخداگاه بخشی از پروتئین مورد نظر ما هم از دست میره پس بنابراین قلزت سلولی پروتئین مورد نظر بسیار بسیار ناچیزه مشکل بعدی این شکل یادتونه در مورد پی سی آره توی پی سی آر میگفتیم که میتونیم یه قطعه از دی ان رو که حاوی ژن ما هست یا هر توالی مورد نظر ما هست اینو بیام یک فرآیندی به اسم پی سی آر دو به توان ان برابر کنیم درسته یعنی در عرض شاید مثلا دو ساعت سه ساعت حد اکثر ما میتونستیم چندین میلیون نسخه از اون داشته باشیم اما برای پروتئین ها هیچ روشی وجود نداره که بشه پروتئین ها رو تکثیر کرد پس اینم یه مشکل بزرگ دیگه مشکل بعدی چیه این پروتئین ها که ما میخوایم استخراجشون بکنیم اکثر وقتا آلوده شدن آغشته شدن به یه سری پروتئین هایی که همیشه تو سلول هستن مثل چی مثل هیستون ها که به میزان فراوان تو هسته سلول پیدا میشن یا مثل چی مثل فیلامنت های حد واسط که انواع و اقسامشون رو اینجا آوردم کراتین ها، دسمین، نور ها، لامین ها، نستین اینا انواع و اقسام فیلامنت های حد واسط هستند که متاسفانه قلزتشون توی سلول خیلی خیلی زیاده پس بنابراین آلاینده های زیادی به پروتئین‌های های ما متصلن و خیلی وقتا قلزت این آلاینده ها در مقایسه با اون پروتئین هدف ما خیلی بیشتره پس ما اگه بخوایم یه روش هایی رو به کار ببریم که اینا رو حذف کنیم احتمال اینکه پروتئین هدف ما هم حذف بشه خیلی زیاده حالا علاوه بر اینا یه مشکل بزرگتری رو باهاش روبرو هستیم بهش میگیم تخریب پروتئین دیجنره میشه پروتین ما خب چیا کمک میکنن که این پروتئین دیجنره بشه تخریب بشه اولیش پروتئازها انواع و اقسام پروتئازهایی که تو سلول وجود دارن مثلا توی اندامک های مختلف وجود داشتن حالا که سلول تخریب شده تمام این پروتئازها میروزن بیرون و در معرض پروتئین ما قرار میگیرن و اون رو تخریب میکنن یه مشکل دیگه دمای نامناسبه مثلا بعضی از پروتئین‌ها ها توی دمای 37 درجه پایدارشون خیلی کمه بعضی دیگه وقتی میخوایم در واقع تیمار گرمایی بدیم اونا از بین میرن بعضیشون توی یخچال نگه میداریم از بین میرن یعنی هر پروتئین دمای مناسب رو میخواد یه مسئله دیگه ای که باعث از بین رفتن پروتئین ما میشه نگهداری طولانی مدت نمونه ها توی یخچاله مثلا شما یک نمونه دی ای یا آر رو میتونید چند هفته یا چند ماه داخل فریزر حتی نگهداری کنید اما پروتئین ها رو نمیشه همچین کاری باهاشون کرد یه مشکل دیگه پی اچ نامناسبه اینا همه باعث تخریب پروتئین میشن میدونید که پروتئین ها هر کدومشون یک پی آی دارن یک پی اچ دارن پی مناسب برای محلول بودن و برای فعالیت اونها هست اما اگه اون پیچ بافر ما کمتر بشه یا بیشتر از حد مناسب بشه باعث میشه که پروتئین تخریب بشه یا حالا تو قسمت بعد میبینیم که باعث رسوبش میشه یه مسئله دیگه ای که باز باعث تخریب پروتئین میشه غلظت نامناسب نمکه این غلظت و پیچ هر دو ارتباط مستقیم با ترکیب بافر دارن و مسئله بعدی واکنش های اکسایش کاهشی هستش که به صورت ناخواسته اتفاق میفته این مسئله بیشتر در ارتباط با پروتئین که ریشه های سیستین زیادی دارن باعث تخریب پروتئین هدف میشه پس بند مشکل بعدی در ارتباط با جداسازی پروتئین ها چیه؟ این که پروتئین ها ناپای دارن. باید سریع آنالیز انجام بشه روشون وگرنه نتایج اشتباهی رو میگیریم یه مسئله که گفتم در ارتباط با غلظت نمکه خوبه بدونید ببینید این یه محلول بافریه و توش یه سری یونها وجود داره غلظت این یونها از یه حدی که هی بره بالاتر و بالاتر و بالاتر باعث میشه که پروتئین هدف ما توی اون حلال میزان حلالیتش بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه به این فرایند میگیم سلتینگ این یعنی افزایش نمک باعث محلول تر شدن پروتئین شد. درسته؟ خب این فرایند ادامه پیدا میکنه تا میرسه به یک نقطه ای که بهین است. اما از اونجا به بعد اگر بازم گلزت نمک، گلزت اون یونها در واقع بیشتر و بیشتر و بیشتر بشن چه اتفاقی میفته؟ حلالیت پروتئین من داره کمتر و کمتر میشه. به این فرایند میگیم سالتینگ اوت یعنی افزایش نمک باعث خروج پروتئین از محلول شد. اینجا میبینید که پروتئین دیگه تخریب نشده، دیژنره نشده. بلکه چه اتفاقی براش افتاده تجمع کرده وقتی میگیم تجمع کرده یعنی چی یعنی پروتئین رسوب داره میکنه پس یه مشکل دیگه در ارتباط با پروتئین ها علاوه بر ناپایداریشون تجمع کردن اونها و رسوب دادن اونهاست که اونم در ارتباط مستقیم با غلظت نمک توی بافره پس حالا اگه بخوایم یه مرور کلی بکنیم روی اون چیزی که تا اینجا گفتیم یکی این که پروتئین ها هیچ ویژگی مشترکی برای جدا سازی ندارن یکی اینکه غلظت سلولی پروتئین مورد نظر ما بسیار ناچیزه سوم اینکه پروتئین ها رو نمیشه تکثیرشون کرد برخلاف دی ان اکی تکثیر میشود. چهارم این که تکثیر میشد چهارم اینکه آلاینده های زیادی به پروتئین ها متصل هستن همون هیستون ها و همون فیلمنت های حد واسط و بعدی اینکه پروتئین ها ناپایدارن و هم دیژنره میشن و هم رسوب میکنن حالا بر این اساس باید ببینیم که چه روشی برای جدا سازی پروتئین ما روش مناسبیه. اول بیان یک بافت جامد رو در نظر بگیریم. مثلا یک مجموعه ای از سلول های توماری رو داریم و میخوایم یک پروتئین رو از توی اونا استخراج کنیم. مرحله اول باید بافت رو همگن کنیم که اکثرا به وسیله روش های فیزیکی انجام میشه. مرحله بعدی باید سلول های این بافت رو تخریب بکنیم. این تخریب هم میتونه به کمک روش های فیزیکی باشه مثل سونیکیشن یا روش های تیمار گرمایی که این سونیکیشن به وسیله صوته و گرماندهی هم که وسیله حرارت یا میتونه به کمک محلول های شوینده باشه روش های شیمیایی صورت بگیره پس این دوتا در هر صورت کمک میکنن که سلول تخریب بشه و مجموعه پروتین ها دی ای و اجزای سلولی کلا همه و همه در یک مخلوط همگنی نسبتا قرار بگیرن حالا در ارتباط با این محلول های شوینده بیاین چند تا نکته رو با هم دیگه مرور کنیم. یه سری از شوینده ها داریم باعث افزایش حلالیت پروتین ها میشن. مثل چی؟ مثل تریتون X100، مثل توین 20، توین 80، مثل SDS. اینها باعث میشن که پروتئین توی اون حلال خودش بهتر حل بشه. پس به این ترتیب باز میشن که بازدهی فرایند استخراج خیلی خیلی افزایش پیدا بکنه و اینها به ویژه برای کدوم پروتئین مناسبند؟ برای اونایی که در حالت عادی نامحلولن کدوم ها نامحلول بودن اونایی که پروتین های قشایی هستن اونایی که پروتین های هسته ای هستن اینا پروتین هایی هستن که اکثرا در حلال های آبی حل نمیشن برای اینکه بتونیم اینا رو حل بکنیم لازمه چی بزنیم یه مقدار توین 20 توین 80 یا تریتون یا حالا چیز دیگه که مناسبه با پروتئینمون باشه پس یکی این شوینده ها رو داریم یکی شوینده های کاتروپیک رو داریم که کاوتروف هم بهشون گفته میشه مثل چی مثل اوره مثل گوانیدین هیدروکلوراید اینا چه کار میکنن اینا باعث میشن که ساختار پروتئین بشکنه و در نتیجه افزایش حلالیتش رو در آب ببینیم اینا هم خیلی خوبن اینا هم بازدهی استخراج رو افزایش میدن اما یه مسئله دارن مرحله بعدی که میخوایم خود این شوینده ها رو حذف بکنیم لازمه از یه سری حلالای استفاده کنیم که اونا قلزت نمکشون بالاست تو اسلاید قبل دیدیم که نمک که بالا بشه چه اتفاقی میفته یا پروتئین تخریب میشه و از دست میره یا اینکه باعث رسوب و تجمعش میشه و اینطوری از دست میره پس در انتخاب شوینده ها هم باید دقت کنیم خب حالا این بافت جامد بود که توضیح دادیم بافت مایه رو ببینیم مایه مثل چی مثل خون میخوایم یه پروتئینی رو از خون جدا سازی کنیم یا خود پروتئین رو مستقیما از سلول استخراج میکنیم یا اینکه اون پروتئین بازم حل نشده در آب درسته و باید اول حلش کنیم اگه بخوایم مستقیما از سلول استخراجش بکنیم معمولا چند مرحله سانتریفیوژ میذاریم و یک به چگالی هم اتفاق میفته توی اون سانتریفیوژمون یعنی طوری ترتیب میدیم که همراه با به چگالی باشه و به این ترتیب پروتئین ما از سلول جدا سازی میشه اما اگر که پروتئین نامحلول باشه در آب اول باید چیکار کنیم اول باید یک مرحله اون رو حل کنیم و بعد مرحله بعدی اون رو رسوب بگیریم ازش و اینطوری جداش کنیم از بقیه پروتئین ها حالا وقتی میخوایم رسوب بگیریم تقلیص کنیم پروتئینمون رو برای رسوب گیری چه روش هایی وجود داره اینا اول تیمار نمکی گفتیم دیگه گفتیم اگر که بافرمون میزان نمکش از یه حدی بیشتر بشه حلالیت پروتئین ما کم میشه پس میریم حالا هی نمک اضافه میکنیم مثل چی مثل آمونیوم سولفات اضافه میکنیم به بافه و به این ترتیب پروتینمون رسوب میکنه یه کار دیگه اینه که بیایم گرما بدیم گفتیم گرما باعث واسرش شدن باعث دینیچر شدن پروتئین ها میشه وقتی که دینیچر بشن رسوب میکنن پس اینم روش دوم روش سوم بیایم پی اچ محیط رو تغییر بدیم ببین داریم یکی یکی اون چیزایی رو که تهدید بود به فرصت تبدیل میکنیم داریم اون چیزایی که باعث به با عنوان مشکلات رایج برای جداسازی پروتئین ها ازشون یاد میکردیم داریم از همونا استفاده میکنیم برای اینکه پروتئینمون رو حالا تقلیزش بکنیم و رسوب گیری بکنیم ازش حالا میام پیچ محیتم رو تغییر میدم گفتیم پیچ محیط اگر که در پی آیه پروتئین باشه یعنی پی اچ ایزوالکتریک پروتئین باشه پروتئین در بهترین حالت حلالیت خودشه اما اگر که پیچش رو کم بکنم یعنی یه سری اسیدهای معدنی بهش اضافه بکنم یا تی اضافه بکنم چه اتفاقی میفته پروتئین من نامحلول میشه نامحلول میشه یعنی چی یعنی آماده رسوب گیریه یه کار دیگه گفتیم یه سری پروتئین ها هستن متصلن به پروتئین ما و نمیذارن که ما جداسازی رو انجام بدیم درسته اونا هم پلیمر بودن دیگه حالا من خودم میام پلیمر اضافه میکنم به پروتئین میخوام پروتئینم رو رسوب بدم با استفاده از پلیمرهایی مثل چی پگ پلی اتیلن گلیکول اضافه میکنم به محیط و باعث میشم که پروتئینم رسوب بکنه یه کار دیگه که میتونم بکنم اینه که حلال های عالی به محیطم اضافه کنم گفتیم خیلی وقتا اون پروتین ما توی حلال های آبی حل میشدن یعنی ما یه سری مواد رو بشون میزدیم که اونا تو حلال های آبی محلول باشن حالا که میخوام برگردونم و رسوب گیری کنم چیکار کنم حلال عالی اضافه میکنم مثل چی مثل متانول مثل استون اینا باعث میشن که پروتین من رسوب بکنن. و یه روش برای جدا سازی ها استفاده از ویال فیلتر داره میام یه سانتریفیوژ انجام میدم اما این بار با یک ویالی که حالا یه فیلتری هم روش گذاشتم این تو معمولا یه چیز شبیه پنبه است خب یه بافت متخلخلی داره مثل پنبه که بهش میگیم فیلتر حالا این فیلتره میتونه سایز بندی داشته باشه الان اینجا فیلتر 10 کیلو دالتونی رو نشونتون دادیم نمونه رو میریزیم سانتریفیوژ که میکنیم چه اتفاقی میفته اونایی که سایزشون کمتر از 10 کیلو میان پایین بقیه میمونن بالا این یه روش خیلی سریع و کارآمده برای بیشتر پروتئینا ازش استفاده میشه اما یه مسئله که داره اینه که اگه غلظت پروتئینتون خیلی زیاد باشه یا رسوب زیادی گرفته باشین به هر دلیلی مثلا حجم نمونهتون زیاد بوده یا فیلتر رو چند بار استفاده کردین در نهایت منجر میشه که این فیلتر مسدود بشه دیگه چیزی پایین نمیاد اینم نکته ای که باید در مورد ویال فیلتردار بهش توجه کنیم خیلی خوب حالا رسوبگیری رو, رو انجام دادیم تخلیزمون رو انجام دادیم حالا میخوایم تخلیص کنیم برای تخلیص و آنالیز هایی که بعد از اون اتفاق میفته چند تا روش وجود داره این روش ها شامل چیان؟ اول کروماتوگرافی مایه لیکوید کروماتوگرافی گاهی وقتا پروتین لیکوید کروماتوگرافی هم بهش گفته میشه بعدیش الکتروفورزیه که توی ژل صورت میگیره بعدیش وسترن بلات که موضوع درس ماست یکی دیگهش رسوب گذاری ایمنی یا ایمونو پرسپیتیشن که به کمک آنتیبادی ها انجام میشه و الایزا و آخرین روش استفاده از آپتامر ها هست که به کمک اسیدهای نوکلئیک انجام میشه حالا یه مرور کلی میخوایم داشته باشیم روی این روش ها اول کروماتوگرافی مایه یا ال لیکوید لیکوئید کروماتوگرافی شاید اسم HPLC زیاد به گوشتون خورده باشه های پرفورمنس لیکوئید کروماتوگرافی این روش شامل چیه؟ ببین اینجا یه دونه حلال داریم و یه دونه پمپ داریم. خب این پمپ کارش چیه؟ این حلال رو منتقل میکنه در این لوله. در جایی از میانه راه نمونهمون اینجکت میشه، تزریق میشه. وقتی که اینجکشن انجام شد، حالا میره در معرض ستون HPLC قرار میگیره. توی این ستون اجزای مخلوط از همدیگه جدا میشن و در نهایت میرن تا بریزن توی ارلنی که حاوی مخلوط خروجی. اما این وسط سر راه یه شناساگر یک دتکتور قرار گرفته که میاد چیکار میکنه قلزت تک تک اجزایی که اینجا بودن رو برای ما به صورت یک نمودار نشون میده بر حسب این که این نمونه که اینجا ریختیم در دقیقه چندم خارج شده و چه پیکی داشته چه ارتفاعی داشته این پیک میتونیم تشخیص بدیم که کدوم یکی از این پیک ها مربوط به پروتئین مورد نظر ما بوده و غلظتش در نمونه چقدر بوده این در نهایت مقایسه میشه با یک نمونه استاندارد یعنی یک نمونه استاندارد اون پروتئین که خریداری میشه به صورت تجاری یه بار اونو اینجا تزریق میکنیم و اونو رد میکنیم از دستگاه و پیک اونو میبینیم که مثلا تو دقیقه سوم خارج شده و قلزتش هم این بوده مثلا بعد بر اساس اون نمودار استاندارد این نمودار تیمار رو بررسی میکنیم که ببینیم آیا پروتئین مورد نظر ما توی این نمودار دیده میشه یا نه و قلزتش چقدره پس این یه حالت کم میداره. داره میتونه به ما میزان قلزت پروتئین رو هم بگه اما در کنار این روش FPLC رو داریم روش فسته این روش فست سازوکارش تقریبا مشابه با همین HPLCه اما به میزان کمی کم دیگه به ما نمودار نمیده فقط به میزان کیفی میتونیم بگیم که بله پروتئین هست یا نه خیر پروتئین تو این نمونه نیست دیگه کمیتش رو به ما نمیگه اما خب فصل دیگه خیلی سریع انجام میده روش دوم که گفتیم الکتروفورز در ژل جل. ژلی که معمولا برای پروتئین ها استفاده میشه پلی و همراه با یک شوینده ای به اسم SDS. سودیوم سدیم دو دسیل سولفات و این پیج هم که مخفف پلی ژل الکتروفورز پس این SDS پیج برای جداسازی پروتین ها استفاده میشه. حالا خود این الکتروفورزه میتونه یک بعدی باشه یا دو بعدی باشه. چه جوریه؟ یک بودیش این شکلیه دیگه. این ژل ماست به صورت عمودی قرار گرفته. ما نمونه ها رو به داخل این چاهک ها میریزیم و بعد جریان برق رو برقرار کنیم. از قطب منفی به قطب مثبت پروتئین ها حرکت میکنن. یه لدر اینجا قرار گرفته و به کمک اون میتونیم ببینیم که پروتئین مورد نظر ما در کدوم باند قرار داره مثلا اینجا فرض کنید مثلا 10 کیلو دالتون باشه میگیم که خب این بین 10 و 8 بوده پس این احتمالا 9 کیلو دالتونه یه همچین چیزی خب و به کمک رنگامیزی میتونیم ببینیم که ممکنه مجموعه پروتئینی که ما ران کردیم روی ژل در واقع ترکیبی از چند تا پروتئین باشه یه همچین حالتی هم ممکنه دیده بشه خب پس این یه حالت الکتروفورز یک بودی یعنی در یک جهت از بالا به پایین حرکت میکنه اما یه الکتروفورز دیگه هم داریم الکتروفورز دو بعدی این چجوریه میاد اول همون مراحل رو توی یک لوله موین انجام میده ببین چقدر باریکه اینجا پروتئین‌ها ها فقط و فقط بر اساس پی اچ ایزولکتریکشون از هم جدا میشن یعنی از پی اچ 9 به پی اچ این شیب پی اچ هستش که اینجا قرار گرفته پروتئین‌ها ها اینجا قرار میگیرن و بر اساس شیب پی آی خودشون از هم دیگه جدا میشن بعد این لوله موین رو میچرخونیم به جایی که اینطوری نمونه بریزیم توی چاهک خود این لوله موین رو میچرخونیم میذاریم رو سر این ژل و دوباره جریان رو برقرار میکنیم حالا اینجا پروتئینها ها بر اساس وزن مولکولیشون از همدیگه جدا میشن پس الکتروفورز دو بعدی به ما کمک میکنه که پروتئین ها رو بر اساس دو تا ویژگی یکی پی آی و یکی هم وزن مولکولی از همدیگه جدا کنیم اون چیزی که اینجا میبینیم معمولا به صورت نقطه نقطه است بهش میگن دات پلات به صورت نقطه نقطه هم دیده میشه تکنیک بعدی وسترن بلات که انشالله توی درس بعد مفصل در موردش صحبت میکنیم اینجا توی این استایت مراحل کلیش رو فقط براتون آوردم خب یه الکتروفوراز یک بودی اتفاق میفته و بعد این ژل برداشته میشه گذاشته میشه بین چند تا لایه فیلتری خب بعد چه اتفاقی میفته این باند هایی که روی اون ژل بودن منتقل میشن این مرحله رو بهش میگیم ترانسفر یا انتقال این باند ها از ژل منتقل میشن به یک کاغذی که این زیر قرار گرفته یک ممبرین یک قشایی که این زیر قرار گرفته مرحله بعدی مسدود که حالا در موردش صحبت میکنیم که چی هست و مرحله بعدی اتصال آنتیبادی اولیه به اون پروتئین مورد نظر ما یه مرحله شستشو داره که آنتیبادی های اضافی شسته میشن میرن بعد آنتیبادی ثانویه اضافه میشه حالا این باز یه مرحله دل بخواهی تو بعضی ها این هست تو بعضی ها نیست در هر صورت آنتیبادی دوم که اضافه بشه دیتکت یا همون شناسایی نهایی صورت میگیره و باند ما مثلا با یک رنگ با یک نور نشون میده که بله من اینجا حضور دارم روش بعدی ایمونو پرسیپیتیشن یا گذاری ایمنیه چرا بهش میگیم گذاری ایمنی چون بر اساس اضافه شدن آنتیبادی هاست